امیرا قادری امروز از کابل مهمان منه خانم قادری با تازه ترین کتابتون یعنی رقصیدن در مسجد شروع کنیم چطور شد که سراغ این موضوع رفتین؟ رقصیدن در مسجد یکم از نظر اسمی بعضی رو رو براشفته کرد بدون اینکه در افغانستان منظورم هست بدون اینکه این اثر رو خونده باشن رقص در مسجد یک فصل از این کتابه و به رقص دو تا کودک اشاره میکنه اما در نهایت این کتاب یه سری نامه هایی هستن به تنها فرزندم سیاوش که بر اساس اون قانون مرد که به صورت عرف در اومده و حتی از شرع هم پیشی گرفته در افغانستان باعث می شد شده که من تقریبا چهار سال سی سال اجازه نداشته باشم که حتی فرزندم صداشو بشنوم و عملا فرزندم فکر می کرد که من مردم اون اون احساس روانی و عاطفی من باعث شد که این نامه ها رو بر فرزندم بنویسم که اونطور که شما گفتید اگر روزی من در این قوقای مرسالاری از دستش دادم حداقل اون به زور منو من فراموش نکنه خانم قادری شما رومانی دارید به نام نقش شکار آهو که در اون خیلی بی درباره احساسات زنانه و جنسیت زنانه صحبت کردید اما خودتون قبلا گفتید که قلمتون موقعی نوشتن این رمان دچار سانسور شده ممکنه در این مورد توضیح بدین؟ خب این رمان در ایران اتفاق افتاد نوشتنش و قراردادش هم با نشر چشمه بسته شد و چون قرار بود در ایران چاپ بشه من کم اونجا قلم من به خاطر ممیزی های ایر وزارت ارشاد قلم یک کمک با تعلل ها و این مسائل سانسوری برخورد داشت متاسفانه در ایران این کتاب رد شد از نظر ممیزی و من در افغانستان چاپش کردم یقینا اگه این رمان در افغانستان نوشته میشد کمی بازتر روی مسائل این کتاب من میپرداختم به خاطر اینکه این کتاب فقط در مورد اون جسم روح تک تک دو خواهر و یک مادر نیست بلکه این کتاب در مورد جسم دست خورده و تک تکی این دو خواهرم هست و من فکر می کنم جا داشت که ما به مسائل جسمی و جنسی این دو خواهرم بپردازیم که ما بیشتر اون بود روانی و معنوی دو خواهر کار کردن در اون کتاب اونم به خاطر سانسورایی که معمولا در ایران موجوده تو رمانتون نقره دختر دریای کابل تاریخ افغانستان از زاویه دید زنای آشپزخونه ارگ سلطنتی مرور میشه و راوی داستان هم دختریه که حاصل یه عشق نه یک نکاح یعنی تاریخ افغانستان رو زنی روایت میکنه که به اصطلاح نامشروعه درباره این تابو شکنی بگید متاسفانه ظلمی که به این رمان نقره دختر دریای کابل میشه این قصه است که همین موضوع راوی کشف نشده یا در مورد راوی حرف نمیزنیم در حالی که از نظر من وقتی خودم به یک اثر میپردازم روایت چیست و راوی برام برم خیلی مهم است خیلی در اون آثار بالاخره برام میگن تو که میخوای بحث های غیر سنتی افغانستان را آغاز کنی به نظر من خود اون کتاب در سال 1387 آغاز همونطور که شما گفتید یک تابوشکنی بود روایت تاریخ افغانستان از زبان دختری که به حساب مذهب افغانی غیر او گفته میشه خودش یک گروز بزرگ از هران چیزی که معمولا در افغانستان معمول هست و اتفاق میفته بوده میخواستم که به عشق ارزش قائل بشم و برای مهم بوده که روایت تاریخ افغانستان از طریق زنان بشه و چه بهتر که زنی که سمره عشق هست خانم قادری شما گفتید که با راوی غیر همجنس مخالفید به این معنی که مثلا معتقدید راوی در آثار نویسندگان مرد بهتر مرد باشه در آثار نویسندگان زن هم بهتر زن باشه چرا؟ خب من در حوزه ام ام همین داستان فارسی کمتر کم دیدم که غیر هم جنس بنویسند زنان در مورد زنان دارم صحبت میکنم زنان کمتر به راوی های من مرد رو آوردن و معمولا راویشان هم جنسشان بوده. اما در افغانستان در افغانستان، برعکس بوده چون مسائل زنان بسیار داغ بوده روی مسائل زنان حرف بوده روی مسائل زنان بودجه بوده روی مسائل زنان توجه بوده مردان راوی هایشان اکثریت زنان انتخاب می کنن و به مشکلات زنان می پردازند و چون نویسندگی در افغانستان اونقدر به سطح حرفه و تخصصی نرسیده اینا در روایت هایشان در کنش های زن دچار مشکل میشن مثلا در سنگ صبور عتق رحیمی جایی که راوی زن هست و نوع انتقامی که از مرد میگیره معمولا با کنش زنانه یا با کنش زن افغانی تفاوت داره من فکر می کنم اگر اون داستان یک زن می نوشت کنش و یا انتقامش متفاوت بود حتی در کتاب مثلا ناشاد ناشاد محمد حسین محمدی توصیف یک زن اتفاق افتاده و توصیف بیشتر جسمی تا روحی خب با جسمش اثر می خوانند کمی در مورد جسم زنان میفهمند ولی از اون حالت ها و کنش های روحی زنان بی همین خاطر این جرأت حوزه داستانی نیاز به جرأت قلمی نداره نیاز به آگاهی قلمی داره و برای همینه که ما میگم هر کس تا این تا, وقتی که ما به اون سطحی از نگارش تخصصی داستانی و یا قلم قوی نرسیدیم بهتره که هر کس سر جای خودش باشه شما تو دوران طالبان عضو انجمن ادبی مخفی بودید که اسمش بود کارگاه سوزن طلایی یه کارگاهی که در پوشش کلاس خیاطی تشکیل میشد و به ادبیات و شعر اختصاص داشت در مورد این انجمن مخفی برام بگید ما سه چهار نفر بودیم فکر می کنم چهارده پانزه خودم بودم چهارده من شیما لیلا و گلسوم که به داستان نویسی رو آوردیم و در حقیقت ما دخترای اون انجمن ادبی لیسه میری هروی بودیم که بعد از طالبان به نوی از هم پاشیده شدیم ولی به یک سال طول کشید که تا دوباره فهمید موضوع سیاسی قرار همین طور باشه و قرار نیست که طالبان جای برن اینا برای همین ما دور هم جمع شدیم و در یک کرس خیاتی که نامش گذاشته بودیم کرسی سیزان تلایی شروع کردیم به داستان نوشتن بعدها توانیستیم این ارتقا را پیدا کنیم که مثلا داستان مرفت به انجامن ادبی حرات که توسط مردها برگزار می شد باز یک مرد داستان مرا می خواند به جای من پدرم شرکت می نقد کامل همون لحظه می گرفت و می نوشت و با سریعند می آورد به خانه به من منتقل می کرد و من از روی آنچه که پدرم برداشت داستانی کرده بود دستی به داستانم البته من یک میگم حضور طالبا در زندگیم جزو بهترین دوره این زندگی ما محسوب میشه به خاطر اینکه من خیلی انگیزه گرفتم باعث شد که من موکم روی قلمم استادگی کنم و فکر کنم که نوشتن در زیر همین سایه طالبانی تنها چیزی است که مرا نجات میده برای همین من همیشه میگم در یک داره مدیون حضور طالبان هستم که برای من نشان داد که قدرتم کجاست و من چطور میتوانم بنویسم هرچند که گفتم عزادار همیشگی دوستانی هستم که در اون دوره از دست دادم خانم قادری به نظر شما وضعیت ادبیات داستانی حال حاضر افغانستان برای نویسنده های زن چطوره الان؟ خب من فکر میکنم در حوزه ادبیات داستانی و که نویسنده هایش زن باشن افغانستان حتی پنج تا نویسنده زن هم نداره نویسندگی کلا شغل جدی هیچ نویسنده ای نیست چی برسد به زن نه مردها جدی می نویسند و نه زنان در افغانستان اصلا نویسندگی شغل نیست به خاطر اینکه امرار معاش با اون غیر ممکنه به نظر نفس نوشتن یا نفس هنر در افغانستان هنوز جایگاه آنچنانی نداره حالا نمیشه که جنسیتیش کنیم که مثلا اوزا برای نویسندگان زن چطوره یا برای نویسندگان مرد ممکنه چند خد از کتاب نقره دختر دریای کابل رو برامون بخونید خزان است من و موسیچه ها جمع شده ایم زیر درخت انار. به نام هفت ستاره هفت پولی به درخت آویزان کردم. موسیچه ها طرف من یک رقمی سیل دارند. شماره میکنم کنم. روگل، بیبیکو، بوبوی زریما، سفورار، نقره، زریما و اقلیما. موسیچه ها زیر گلویشان را می کم نشوید. با سمان می بینم. هفت ستاره کنار هم باب زنجیر باف می خانند. ها را به دریای کابل خواهند سپرد باد صدای شرنگ شرنگ چوری ها را تا تمام مملکت بر دوش خواهد کشید چه من باشم چه نه